بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بزرگ و مغتنمی می دانم برای خودم حضور در محضر اساتید دانشجویان عزیز و دوستان و بزرگانی که لطف فرمودن دعوت کردند که در محضرشون عرض ادب بکنیم. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول که گزیده از روایات بهارالانوارشون، بهار همینطور خودشون میگه بهار دیگه، دریاهاست، هر چی روایت گیرم آمده اونجا جمع کردن که از دست نره، از بین نره، چه سندش درست چه غلط. اما در مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی میگه من بعضی روایت‌ها رو جدا کردم و اینا رو من وارد نظر دادن و شرح تعلیقی بر اونها میشه. در ذیل همین روایت که از پیامبر نقل میکنه که ایمان نوعی تعصب نیست بلکه ضد تعصب است، میگه برای اینکه ایمان از سنخ نور است، تعصب از سنخ ظلمت. ایمان از سنخ تواضع است در برابر حقیقت متعالی، اما تعصب از سنخ تکبر است. بعد میگه که راحتتون کنم، ایمان ناشی از معرفت و آگاهی است، اما تعصب ناشی از جهل و نادانی است. نه، همه در ذیل روایت پیامبر اکرم. و متاسفانه اینا هم باز این نوع روشنفکری هم باز همینطور باید گفت، اینم تا اطلاع ثانوی دیگه، این روشنفکری جدید با این مفاهیم و دوگمای جدید، اینم باز تا اطلاع ثانوی. اینا عرض کردم هر دوره‌ای مذهبیاشون متاسفانه مذهب رو در خدمت پارادایم های قالب جهانی در همون موقع قرار میدن. غیر مذهبیاشون راحت ترن دیگه، بیرو در وایستی بی تعارف خیلی سریع هر شبت که موانعشون عوض میکنن. یه تعبیری داره باشلار که در باب جامعه شناسی روشنفکری بحث کرده، راجع به روشنفکری من اینم بگم، این بخش از عرضم هم ختم بکنم. میگه که اساساً این نوع روشنفکری فاقد حس مشکل آگاهی است، دنبال میانبر و نسخه های مترجم معجزه‌واره، دنبال ساده لوحانه ترین نوع پراکسیس برای جامعه خودشه، دنبال نقشه های گنجیه که معمولا قلابی از آب در میان. و اینه که این قشر حتی از توجیه وجود خودش در اون جامعه خودش عاجزه، چه برسه به توجیه وضعیت مردمش. یعنی حتی به خودش نمیتونه به چشم عینی و ابجکتیو نظر بکنه. چون روشنفکری رو که تعریف میکنن، میگه روشنفکری یعنی گرفتن یه فاصله انتقادی از جامعه و سنتهاش، یه فاصله ابجکتیو عینی بگیریم برای که بتونیم اون رو نقدش بکنیم. این طبق تعریف رو کاغذ روشنفکری اینه. اما اتفاقی که در واقع افتاده در عالم عین اینه که این حتی به خودش نمیتونه به چشم عینی و ابجکتیو نگاه بکنه، چه برسه به جامعه ای که اون میخواد نقدش بکنه و در اون جامعه رفرم بکنه. یه چیزی شنیدن که روشنفکر باید از جامعه خودش فاصله بگیره، یه فاصله تئوریک و منطقی تا بتونه اون رو نقدش بکنه، ولی اونقدر عقب عقب رفته روشنفکری، اونقدر عقب عقب رفته که دیگه جامعه رو نمیبینه اصلا. این فاصله اینقدر شده که جامعه رو نمیبینه تا بخواد نقدش بکنه. یه جوامع دیگه رو میبینن و بر اساس همونها حرف میزنن و معلوم هم نیست که از تغییر کدام وضع موجود به سمت کدام وضع موعود و مطلوب دارن حرف میزنن. چون معمولا وضع موعود این نوع روشنفکری ها همون وضع موجود اون کشور اروپایی یا امریکایی است که اونجا درس خوندن، تحصیلاتشون اونجا بوده، اونم بسته به اینکه در چه دهه اونجا بودن. طرف مثلا 40 سال پیش تو فرانسه درس خونده، روشنفکری از نوع فرانسویش. اگه تو آلمان گفت یک روشنفکر فرانسوی، میگفت هر کس در اروپا، هر کس انتظایی تر فکر میکند آلمانی تر است و هر کس اصلا حوصله فکر کردن ندارد انگلیسی تر است. بعد کسی ده بود طالب باز روشن فکر از ماه فرانسویش نقد بکن. این بستگی داره یه آقایون دوران تحصیلاتشون 30 سال پیش، 40 سال پیش، 20 سال پیش کدوم کشور اروپایی و در چه دهه‌ای بودن و اون موقع اونجا چه حزبی حاکم بوده و چه فرهنگی رایج بوده. جامعه مطلوب و مدینه فاضله آرمانی و موعودشون جامعه موجوده در اون مقطع از تاریخ و در اون حوزه فلسفه غربی است. اگه تو حوزه فلسفه بری بوده، اگه تو حوزه فلسفه قاره‌ای بوده، اگه تو حوزه فلسفه کنتیننتال بوده یا تو حوزه فلسفه تحلیلی فلسفه آنگلوساکسون بوده، هر جا که بوده همون جور فکر میکنه. رضا شما ببینید قالب روشنفکرای ما که مثلا در انگلیس یا امریکا یا کشورهای اروپایی در حوزه‌های اروپای غربی تحت تأثیر فلسفه آنگلوساکسون بودن، امروز هر وقت وقتی برگشتن تو ایران شدن مروجان لیبرال سرمایه‌داری، مروجین فلسفه تحلیلی و مروجین نئوپوزیتیویسم.
اگه طرف تو آلمان درس خونده یا تحت تأثیر فلسفه آلمانی بوده، اینجا میاد نوع فلسفه تأویلی باطنی غیر دینی که حالا در آلمان هست که فلسفه پیچیده انتزاعی است تحت تأثیر اونه. اگه در فرانسه بوده نوع روشنفکرش از اون نوع. آخه اینا من میخوام بگم که محفوظات یا خلاقیت، چیزی که غائبه واقعا در دوره روشنفکری ما و متاسفانه غالبا اینا عتیقه شناسن و مرز روشنفکری و عتیقه شناسی هم توی مملکت بالاخره معلوم نشد آقا که چه کسانی روشنفکرن و چه کسانی عتیقه شناس. آخرین بخش عرضم تذکر دادن این نکته است که اینها در خدمت، بعضیشون میدونن اینو بعضیشون نمیدونن، در خدمت ولی چه بدانن چه ندانن در کاری که میکنن و تأثیری که میگذارن تفاوتی نمیکنن. البته اینا رو که من میگم در واقع نوعی مرثیه سرایی است در غیبت روشنفکری درست دینی که معتقدم هم ضرورت داره هم جاش نسبتاً خالی است در کشور ما در این دوره و مقطع حساس، هم معنی داره روشنفکری دینی چون منتظر اونیم و فرش قرمز جلو پای اون نوع روشنفکری داریم فهم میخوایم بکنیم، داریم نقد میکنیم این نوع روشنفکری هایی که متاسفانه به نام روشنفکری دینی یا غیر دینی در مملکت ما رایجه، یه هدف هم دارن و او کوبیدن مبانی و مقاصد نهضت جهانی اسلام که امام 30 سال قبل راه انداخت و امروز تمام جهان اسلام را از شرق و غرب داره میلرزونه و تکان. یک دو تا استاد یه چند نفر یه هیئت حال نمیشه اسمش گفت، چند وقت پیش از انگلیس آمده بودن ایران از آکسفورد اینا بودن، با ایشون صحبت میکرد، این میگفت که صحبت کرد یه سوالاتی که راجع به اسلام و مدرنیسم و یه چیزای بحثی شد و آخر جلسه که داشت میرفت بهش گفتم که یه سوال من از تو میکنم، خواهش میکنم صادقانه جواب بده، اینجا نه چیزی از نظر تو میشه، تو هم مجبور نیستی اونجا که رفتی به کمپانیایی که پول سفرتو دادن جواب پس بدی، ولی اصلا سوالی دارم. گفتم که اگر واقعا نبود امام و انقلاب امام و نبود این بچه بسیجیایی که نشون دادن یه جور دیگه هم میشه انقلاب کرد و پای یک انقلاب ایستاد، چون همه انقلابای دیگه قبلا شوخی بود، مردمی ترین انقلاب و در این حال جدی ترین انقلاب این بود. شما نمونه شما تو قضیه لبنان و فلسطین، این لبنان و فلسطین 50-60 سال این دعوا هست، اولین بار در تاریخ 50-60 سال همیشه این عربا و این نفتشون و دلاراشون و این حرفا و اینا بوده، برای بچه بسیجی ها برای اولین بار نشون دادن آقا جوری دیگه ای میشه مبارزه کرد. جان انسان برای ما محترمه، اما اگر بحث دفاع از حقیقت و عدالت باشه اینجوری باید مبارزه کرد. با 200 شهید استشهادی برای اولین بار اسرائیل در تاریخ 60 سال گذشته عقب نشینی کرد، هنوز از جولان و مناطق ساحل اردن و جای مختلف بعد از 45 سال عقب نشینی کرده و نخواهدم کرد. من اینجا در برابر یک چند صد تا بچه بسیجی لبنانی حزب الله با دست خالی با 200 عملیات استشهادی رفت عقب و امروز این عملیات استشهادی انتفاضه داخل فلسطین محصول مستقیم این بچه هاست، یعنی اصلا کپی برداری از حزب الله لبنانه، حزب الله لبنان کپی برداری از بچه بسیجی های ما تو جنگ. این اون وقتیه که حالا من به مادر یکی از شهدا میگفتم که بچه تو 15 سال پیش تو غربت تو باطلاقای هورالهویجه با لباس قواسی شب از سرما خشک یخ زد، رفته بود برای گشت شناسایی گم شد، بعد یه هفته جنازه‌اش رو پیدا کردیم که بدنش خشک شده بود تو آب یخ زده بود. او تو تاریکی و تو سرما اون موقع 17 سال پیش 15 سال پیش 14 سال پیش شهید شد. امروز روش او و سنتی که او گذاشت امروز لبنان رو آزاد کرده و داره فلسطین و کل جهان اسلام رو آزاد کرده. به این آقایی که از آکسفورد آمده گفتم که حضرت عباسی اگر امام و این بسیجیاش نبودن دنیا اینجوری این ریختی که الان داره داشت و این پتانسیل رو در اسلام شما ها میدیدید؟ گفتی که این پتانسیل در اسلام بود یا نبود باید از بوش و تونی بلر پرسید. اما این نکته دوم که ملاحظه هم میکرد مخواد جواب نده، اما این نکته دوم رو نه، من به عنوان یک کارشناس که با شما هم موافق نیستم میگم که اگر امام و بسیجیاش نبودن دنیا به کلی دنیای دیگری بود و نه فقط جهان اسلام بلکه کل جهان، کل جهان بشری تحت تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم انقلاب شما. شما فقط معادلات سیاسی رو به هم نزدید، فقط معادلات اقتصادی رو به هم نزدید، این انقلاب معادلات معرفت